خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیز و همزبانان گرامی. خوش آمدین به چینل یوتیوب سلیم مقیمی. خدا کنه در هر گوشه و کنار این دنیای پهناور که زندگی میکنیم ایام به کام شما باشه و به دور از هر گونه دغدغه زندگی خود به خوبی و خوشی پشت سر بگذارین. خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای ما از چینل یوتیوب سلیم مقیمی. پیشنهاد میکنم 100% این ویدیو رو کامل تا آخر نگاه کنیم، چون خیلی خیلی مهم هست، چون قراره که ما در این برنامه توضیحات بدیم در مورد برنامه امداد و سایر برنامه هایی که انشالله قصد داریم تولید بکنیم برای شما و تقدیم شما عزیزان بکنیم. خب اول باشه که من تشکر کنم از تمام شما عزیزان که از ای دریچه و از ای آدرس گزارش های مرا دنبال میکنیم، کانال ما رو سابسکرایب میکنیم، لایک میکنیم، کامنت میدیم و همیشه قوت قلبی هستین برای من و برای تیم و همکارای عزیزم که در واقع تنها من نیستم در این پروسه، بلکه همکارای بسیار نازنینی دارم که از کامرمن ما گرفته تا ادیتور ما، تا تیم سروی ما، تا تیم ما که در بخش امداد ما رو همکاری میکنن. یک کار تیمی هست که با جان و دل کار میکنن بچه ها، بدون کدام چشم داشتی که در واقع این برای ما بسیار ارزشمنده که در کنار سپاسگزاری از همه شما عزیزان، از همکارای عزیز خود بسیار بسیار ابراز سپاس دارم که واقعا مرا همکاری میکنن در ایرا و شما کاری که میبینیم محصول یک تیم حرفه‌ای و هدفمنده که در واقع با تلاش و پشتکار این گزارش ها و این ویدیوها تهیه میشه و برای شما عزیزا تقدیم میشه. خب میایم سر برنامه امداد. در حدود 2 ماه میشه که ما برنامه امداد را آغاز کردیم با کمترین امکانات اولیه، ولی با پشتکار بسیار زیاد و صداقت و راستی و کمک به انسانیت و رضای خدای بزرگ که ما طی این 2 ماه، هرچند نمیتونم یک آمار دقیق بدم که ما چند خانواده کمک کردیم، چی مقدار کمک کردیم، ولی مطمئن هستم که بالای 2-3 هزار خانواده ما تاله کمک کردیم به وسیله شما. یعنی در اصل کار شما عزیزا انجام دادیم، بلکه ما وسیله شدیم برای انتقال کمک شما برای نیازمندا در این شرایط سخت اقتصادی که متاسفانه هموطنان ما با او دوچار هستند و روبرو می باشند. و این جای افتخاره برای خود ما و تیم ما که کار میکنن و همچنان برای شما عزیزایی که نان خود نصف میکنیم و خود هموطنان خود شریک میسازیم. عزیزایی که همیشه در برنامه امداد سهم میگیرن، من اکثرا از وضعیت اینا خبر هستم. همه عزیزا یا کارمندن یا یک تجارت کوچکی دارن، بلکه امو درآمد ماهیانه ای که دارن یک بخش از اون اختصاص میدم برای نیازمندا که فکر میکنم این بسیار ارزشمند و بسیار قابل قدره که شما امی اثر داریم، در واقع امی اثر انسان دوستی داریم که این کار را انجام میدیم و
از درآمدی که یک ماه کامل شب و روز شما کار میکنیم، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم برای هموطن خوش شریک میسازیم که این واقعا هم نزد مردم هم و ارزش هم از او مهمتر نزد خدای بزرگ که در واقع ارزشمنده که در این یک شرایط کمک و همکاری صورت میگیرن. طرح جدیدی داریم برای برنامه امداد و طرح ما به این شکل که ما بتونیم در واقع در کنار برنامه امداد به کارا دیگه هم برسیم. از وقتی که ما برنامه امداد شروع کردیم، یعنی در هفته ما 4 یا 5 برنامه امداد تولید میکنیم که تمام انرژی ما صرف این برنامه میشه. یعنی همکارای ما، خود ما دیگه وقتی دیگه نمیمونه که ما روی پلان‌های بعدی خود، برنامه‌های بعدی خود کار کنیم، به ویژه روی گزارش‌های شهری که حالا خیلی خیلی کم شده و هر شب که شما یوتیوب باز میکنیم یا تلویزیون روشن میکنیم فقط برنامه‌های امداد هست که ما در این تر قراره که اینجا خیلی مهمه به دقت گوش کنیم، شما یکم شسم میگیریم در برنامه. از این پس ما مجموعاً کمک هایی که به برنامه امداد ارسال میشه گردآوری میکنیم و طی یک برنامه برای نیازمندان توزیع میکنیم و با این کار خود میتونیم که کمک بهتری هم بکنیم برای خانواده های نیازمند و از طرفی هم ما در جریان یک هفته به برنامه های دیگه هم برسیم. مثلا گزارش های شهری ما خیلی وقته که ما کار نمی کنیم چون واقعا وقت نمیشه. امداد خیلی خیلی برنامه وقت گیریه. ما سر هر برنامه 2-3 روز باور کنیم کار میکنیم، وقت میگذاریم تا ای که موفق میشیم یک برنامه ثبت بکنیم. جمع‌آوری کمک ها، سروی خانواده ها، رساندن کمک، اینا وقت زیاد واقعا میطلبه که بلکن بشه یک روزی یک ولاگی از این روند کار از 0 تا 100 بسازم تا روند کار رو هم دوستا ببینن که چقدر زمان میگیره، چقدر وقت میگیره که شما با او آشنا بشین. پس از این پس قرار ما به این شکله، هفته یک برنامه امداد انشالله ثبت میکنیم. شما از روز جمعه تا روز چهارشنبه وقت داریم که در واقع امو کمک های ارسالی خود به برنامه ارسال کنیم. چهارشنبه ما کمک ها رو جمع میکنیم، برای پنجشنبه خانواده هایی که در جریان هفته همکارام سروی میکنم، خود ما سروی میکنیم، اونا رو جمع آوری میکنیم، هر مبلغی که شد طی یک برنامه برای نیازمندا توزیع میکنیم. یک بار دیگه هم میگم که کامل متوجه بشم دوست داشت متوجه نشده باشین، ما از روز جمعه تا روز چهارشنبه شما کمکایی که دارین ارسال بکنین به برنامه، ما چهارشنبه کمک ها شما به دست ما که برسه و اونا جمع‌آوری بکنیم. روز پنجشنبه و یا جمعه و ما برنامه خورست میکنیم، تنظیم میکنیم، ثبت میکنیم و کمک ها شما رو مجموعاً اختصاص میدیم برای امون خانواده هایی که مد نظر ما قرار دارن. باشه که کمی چای هم بخورم که گلون مکرم خوش شد. خب کجا بودیم؟ به اینجایی بودیم که به این ترتیب قرار انشالله کار بکنیم. شماره تماس هم خود میبینیم، همین شماره تماس شماره واتساپ شخصی خودم است که خودم شخصا اون مدیریت میکنم و دوستا گاهی وقتا پیام میگذارم میگم شما خود شما آقای مقیمی؟ بله کاملا خیال شما راحت باشه. همین شماره تماس 0793-51-2003. فقط به واتساپ لطف کنیم پیام بدیم، یا اگر پیام شما، چون ما در جریان روز تا دیر وقت روزام خیلی خیلی کوتاه شده، یعنی از اون خواب بیدار میشیم بعد هنوز صبحانه نخوردیم میبینیم شام شد، خیلی خیلی روزا کوتاه شده، شبها خیلی بلند دیگه، به او خاطر روزا کوتاه و وقت زیادی در واقع گرفته میشه. بنابراین شما اگر که من آنلاین نبودم و تماس مستقیم شما نتونستم پاسخ بدم، برای ما وایس بگذاریم، ویس بگذاریم یا تکس یا متن نوشته کنیم، پیام خبریم رو بنویسیم یا صدا بگذاریم. من انشالله هم که فارغ باشم برنامه روزانه می ختم بشه میشینم اونا جواب میدم و حتما به اونا پاسخگویی میکنم.
خب ایم خوازی و در مورد نوع برنامه ها خیلی مهمه. ما تا کنون در برنامه امداد طوری که شما شاهد بودیم طیف های مختلف جامعه که واقعا آسیب پذیر بودن اونا رو تحت پوشش قرار دادیم و کمک های شما رساندیم برای اینا. مثلا از اون مردان کهنسالی که کراچی داشتن، کارگران کهنسالی که توانایی کار کردن نداشتن، بیوه زنانی که بی سرپرست بودن و هیچ کس نداشتن که در واقع به اونا کمک بکنه یا دست اینا بگیره، افراد دارای معلولیت و گروه های مختلف ما خوشبختانه تا کنون پوشش دادیم و کمک هم به این شکل نیه که ما فقط به یک قریه یا یک منطقه باش. شما هر برنامه که میبینیم به یک منطقه شهر هراته، ما تلاش میکنیم که بخشای مختلفی از شهر هرات در واقع تحت پوشش حالا کمک های ناچیزی که ما و شما با هم داریم اونا رو قرار بدیم و برای ما هیچ چیزی فرق نمیکنه که او کسی که همون کمک دریافت میکنه از کجا هست، از کدام ولایت، از چی دینی است، چی مذهبی، اصلا مهم نیه برای ما. چیزی که مهمه انسانیته و شما بزرگواران ثابت کردیم، مخصوصا در برنامه هایی که ما چندین خانواده بیجا شدر انتقال دادیم به خانه و خانه برینا گرفتیم و هیچ فرقی نمیکنه که هم عزیزایی که در این خاک زندگی میکنم، هم وطنانمونم نور چشم مونن و بسیار بسیار برای ما عزیزن و گرانقدر و هر کاری صورت میگیره فقط برای در واقع رضای خدای بزرگ هست و از طرفی هم برای انسانهایی که نیازمندن و امو شعر سعدی چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار و امو بنی آدم هزای یک دیگرن که در آفرینیش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. امو سعدی بزرگ چنین فرموده بودن که واقعا اگر یک نفر، یک فرد، یک انسان در یک جغرافیا، در یک مکان در واقع غمگین باشه، نان برای خوردن نداشته باشه، همه ما مریضیم و همه ما دیگه وجدان ما راحت نیه، آسوده شو خو نمیشه. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم منجی عالم بشریت همیشه تاکید داشتن که اگر در همسایگی ما حتی فردی گرسنه میخوابه و ما شکم ما سیره و نان بیشتر امو شب داریم، وظیفه انسانی و ایمانی و دینی مانه که در واقع همسایه خود ما تحت پوشش قرار بده و نگذاریم که خدای نخواسته او گرسنه باشه و از حال و احوال او با خبر باشیم. که سوال خیلی خوبی داره، وقتی شما میتونیم به یک انسان کمک کنیم، وقتی او را از غم و غصه وسیله میشیم نجات میدیم، خب نجات دهنده اصلی خدای بزرگ هست، مگم حس خیلی خوبی داره. خب ای تا اینجا و ما مجموعاً که گفتیم هفته یک برنامه میگیریم و پول جمع شد، یا مواد غذایی میخریم برای خانواده ها یا پول نقد برین آمدیم. شما همین لحظه نظریات خب بنویسیم برای ما که ما پول نقد برین آمدیم یا ای که مواد غذایی برین آمدیم. دلایلی را میگم، من ترجیحاً میگم هرچند جنجال بیشتره، من ترجیح میدم که مواد غذایی برین آمدیم، چون وقتی پول نقد میدیم متاسفانه خانواده های نیازمند مشکلات زیادی دارن، بدهکاری دارن، قرضداری دارن، دیگه هزار و یک مشکل دارن. ولی اگر مواد غذایی بدیم میشه که در واقع همون مواد غذایی رو ببرن به خونه خو اطفال اینو از او غذا استفاده کنن، دیگه اون نمیتونم هم که بالا بفروشن مجبور میشن ببرم امور استفاده کنم، این به نفع اطفال یک فامیله و من فکر میکنم این جالب تر باشه. ولی بازم نظریات شما مهمه که بریم حتما دیدگاه خور بنویسین. و یک نکته دیگه که در مورد بیجا شدگان بگم دوستای عزیز، چند برنامه که ما داشتیم حالا آمار دقیقی به دست منه که ما تا چند خونه گرفتیم، خونه های خیلی زیاد خوشبختانه بعد از پخش گزارش عبدالخالق که میگفت فرزنده خور به 4000 میفروشم، به خوشبختانه به کمک شما منصرف ساختیم رو، حالا خونه ای داره، سرپناهی داره و مصرفیتی هم داره و از او وضعیت نجات پیدا کرد. بعد برای چندین فامیل دیگه هم
خونه گرفته شده توسط هموطنان ما و حتی هموطنان ما که به خارج هستن. زنگ زدم بریم چند تا از دوستای عزیز، گفتم ما خونه هایی داریم خالیه به ایرات، فعلا کسی سکونت نمی کنه، میشه که اونا رو در اختیار اینا قرار بدیم که دست اینا قابل بوسیدنه، که همچین اس خوبی دارن نسبت به هموطنا خوب و دوست دارن کمک کنن، بسیار با ارزشه. و ای که در مورد بیجا شدگان انشالله که گزارش های بازم خواهیم داشت از وضعیت اینا. خبر خوش اینه که مؤسسات مدت میشه که پس در ولایت هرات مؤسساتی که آمی بیجا شدگان داخلی و مهاجرین در هرات هستن شروع به فعالیت کردن، مؤسسات مختلف، و این خانواده ها روزمره سروی میکنن و تحت پوشش قرار میدن و مشخصا برای اینا کمک هایی میرسه که در واقع اونا تحت پوشش قرار میگیرن و از این جهت ای خیلی خوشاینده و خوشحالم که من سمدیشتون به می پروسه و ای که پخش می گزارش های ما باعث شد که مؤسسات و حتی مسئولان متوجه بشن و حتی سایه باغ ملت هم در یک گزارش نشون دادم که از اونجا اونا رو انتقال دادم به ساحه شیدایی و حال دقل یک سرپناه خیمه دارن که بارش به سر اینا نریزه. خب ای هم از این موضوع. و موضوع دیگه که باقی مان گزارش های بعدی ما هست، درچند میگم اینجا وقت پلان کار خور نباید توضیح بدیم برای دگرا چون پیش خود شما باقی بمونه، ولی انشالله پس قصد داریم که گزارش های شهری آغاز بکنیم چون شما سلیم مقیمیر با گزارش های شهری رو میشناسیم که ما بیننده های داریم 3-4 سال میشه، دقل 3 سال میشه 3-4 سال میشه فکر کنم که من در یه اوزه کار میکنم و خیلی دوست دارن گزارش ها. انشالله فرصت معایشه که به بخش های مختلف ایرات دیگه لو نمیدون برای شما بخش های مختلف ایرات بریم گزارش بسازیم و شما همین لحظه بنویسیم حتما بریم که کجا بریم، کجا رو شما دوست داریم بریم، کجا رو متعدد نشون ندادیم که باید نشون بدیم، وظیفه شما نده که ما که انرژی به خرج بدیم و بنویسیم که مثلا کجا بریم، بریم از مسجد جامع بسازیم، از بناها تاریخی بسازیم، از کجا بریم. دیدگاه شما خیلی مهمه چون ما هر محتوایی که تولید میکنیم هدف ما شما هستیم، رضایت شما هست و ای که شما بیننده گرامی در واقع برنامه رو ببینیم و لذت ببریم، شما ای که دوریم از وطن و همیشه با دلگرمی میشینیم برنامه های راتر دنبال میکنیم، گزارش های سلیم مقیمی دنبال میکنیم و خوشحالم که لذت هم میبریم و راضی هم هستیم و این برای ما بزرگترین تحفه‌ایه که در واقع میدیم و این انرژی مثبته که در واقع برای ما انتقال میدیم. دیگه عرض کنم خدمت شما که انشالله سعی میکنیم که برنامه متفاوت تر بسازیم، گفتگوهای جذابی داشته باشیم که حالا از او حالت کلیشه و روتین بیروشیم و کارهای متفاوت تر و حرفه‌ای تر به اینجا برای شما تقدیم بکنیم و ای که چون انتظارم باید به می شکل باشه، یک کسی که ژورنالیسم حرفه‌ای میخونه باید یک کار قابل قبولی برای مخاطبات تولید بکنه و تقدیم بکنه، نه ای که کار روتینی باشه، برنامه باشه که هم آموزنده باشه هم اطلاع رسانی بشه و هم ماندگار باشه در بین همه دوستان. من میفهمم که شما به صورت خانوادگی برنامه های ما رو دنبال میکنیم و این بسیار خوب هست و ما در کنار حالا اهدافی که در برنامه داریم یک کار مهمی که هست اینه که همیشه همین فرهنگ خود قنامند بسازیم و نگذاریم به فراموشی سپرده بشه و این رسالت خبرنگار هست، رسالت ژورنالیست هست که در واقع بیا این کار رو انجام بده. خب صحبت های کلی این صحبت ها بود و چیزی که من از شما تقاضا دارم که ما را حمایت بکنیم ای است که ویدیوهای ما را و لینک چینل را با دوستا و رفقا و هموطنا و همکارا شریک بسازیم تا اونا هم سابسکرایب کنم عضو کانال بشن و این خانواده و این چینل بزرگ بزرگتر بشه، روز به روز به تعداد مخاطبان افسوده بشه و شما عزیزا بتونیم که گزارش ها ببینیم و لذت ببریم. حرف خاص دیگه نیه، این ویدیو رو مخصوص برای امی گذاشتم که طرح جدید برنامه امداد رو برای شما توضیح بدم و از این لحظه دیگه از این ثانیه شمایی که برنامه رو میبینیم و همیشه تماس میگیریم با ما به تماس هستین، خواهش مندم که از این لحظه دیگه
فقط ما روی از این مسئله کار میکنیم. هر کمک به صورت دسته جمعی جمع میشه و در یک هفته تا یک برنامه توزیع میشه. عزیزایی که علاقه داشته باشن نام اینو در برنامه ذکر میشه، عزیزایی که علاقه نداشته باشن نام اینو در برنامه ذکر نمیشه. ما هیچ فرقی برای ما نداره و چیزی که مهم هست امو هدف نیک و هدف خیر همه ما و شما هست که دست یک نیازمند و دست یکی از هموطنان خوده بگیریم. خیلی ممنون که تا این با ما همراه بودین، این ویدیو رو تا پایان دنبال کردین. ویدیو رو با دوستا شریک بسازیم که حتما متوجه طرح جدید بشن. و بازم تاکید میکنم که عزیزا از این بعد هفته یک برنامه انشالله داریم و خواهشمندم که اگر فکر میکنیم به می شرایط میتونیم در واقع هموطنان خود کمک کنیم حتما تماس بگیریم. شماره تماس را هم به پایین گیرنده ها میبینیم و اگر فکر میکنیم به این شکل نمیشه، چون همین تیم کاری ما به می مدت دو ماه کمتر فرصت کردیم که رو برنامه ها دیگه هم وقت بگذاریم، تمام انرژی تیم ما و همکارا ما صرف برنامه امداد شده که خوشحالم هستیم از این جهت، ولی میخواییم که پس رو برنامه دیگه خواهم تمرکز داشته باشیم و ای به شکل منظمتری پیش بره و در طی یک هفته هر مقداریم که کمک جمع بشه فکر میکنم یک کمک دستگیرتر میشه و کمک بیشتری که باشه میتونیم ما خانوادار بهتر تقویت بکنیم. هر نظر، دیدگاه، پیشنهاد، انتقاد، هر موضوعی هست لطفاً همین لحظه بریم و کامنت بنویسیم. بازم تاکید میکنم همین لحظه و کامنت بریم و بنویسیم. تک تک کامنت ها شما رو من میخونم، بیخی تشویش نکنیم. همه کامنت ها رو از اون یک سر میخونم و لایک هم میکنم، دیگه نمیشه ریپلای کنم، من میگیر از راه دور دست شما رو گرم میفشارم. خیلی خیلی شما رو دوست دارم و ممنون که همیشه برای ما انرژی میدیم و انرژی شما، دعای شما عزیزا، مادرای نازنین، خواهرای نازنین، برادرای گرامی، موی سفیدان و همه بزرگوارایی که برنامه ما را همیشه میبینیم و من مثل فرزند پدران کهنسال و مادران عزیز هستم، همیشه زنگ میزنم دعای خیر اینا به پشت سر مانه. یک جان سپاس، تشکر. و بازم تاکید میکنم همه شما عزیزان دوست دارم و امیدوارم که وطن عزیز ما افغانستان سالم باشه، سالم به این جهت که دیگه ما غم نان نداشته باشیم. این واقعا آرزو منه. من واقعا دوست دارم تا روزی که زنده ایم یک روزی اون روز برسه که من دیگه از فقر و گرسنگی گزارش نسازم، فقط بیام از خبرهای خوش، از پیشرفت، از ترقی برای شما برنامه تولید کنم. متاسفانه که این بخشی از جدای ناپذیری از زندگی ما افغان ها هست در طول تاریخ بوده و امیدواریم که فقر و ناداری و مشکلات اقتصادی ریشه‌کن بشه و همه ما و شما لقمنانی داشته باشیم، سرپناهی داشته باشیم و درس بخونیم و کشور خود بسازیم و دیگه تک شرایط معیا نشه که ما از روی ناچاری و بیچارگی مهاجر بشیم. من میفهمم که خیلی از هموطنان عزیز همیشه با من تماس میگیرن، صحبت میکنن که میگن ما واقعا به می کشور که هستیم تمام امکانات رو هم داریم، ولی اینجا چی آرامش کامل نداریم، دوست داریم هم ما به وطن خوب باشیم. و میفهمم این آرزوی دیرینه همه شما هست و امیدوارم اون روز برسه که همه برگردیم به وطن و وطن خود بسازیم، از این مشکلات هم نجات پیدا بکنیم. ممنون که وقت گذاشتین و حالا حرفای پراکنده ای مر شنیدیم و اگر تا کنون عضو کانال نشدیم همین لحظه سابسکرایب کنیم، زنگوله رو هم فشار بدیم تا نخستین کسی باشیم که برنامه های جدید ما رو میبینیم و ما رو حمایت کنیم. همین، به همین سادگی. تشکر، سپاس. خانه شما آباد. برای همه شما عزیزان آرزوی تندرستی و سلامتی دارم. خدا حافظ و نگهدار شما.